سلام دوستای عزیز، امیدوارم خوب باشین. امروز نحوه طراحی ابرو روی در واقع بورد رو بهتون نشون میدم. از دیوایدر فی استفاده میکنیم. دیوایدر فی در واقع از 3 تا نقطه تشکیل شده. توی هر ابرو ما باید 6 تا نقطه رو پیدا کنیم که بعد بتونیم در واقع با وصل کردن اون نقطه ها به هم ابرو رو طراحی کنیم. این دیوایدر رو به اندازه در واقع اینقدر بازش میکنیم، روی کاغذ میذاریم. حالا یه مقدار میتونیم الان چون روی کاغذ بزرگتر هستش میخوایم طراحی کنیم، یه مقدار بیشتر باز میکنیم، ولی اگر روی لیتکس یا دفترتون دارین طراحی میکنین میتونیم در واقع این سایز رو انتخاب کنیم. پوینت 1 رو پیدا میکنیم و پوینت 3، هر دوش باید روی یه خط صاف قرار بگیره. پوینت 1 و 3 برای پیدا کردن پوینت 2 در واقع دیوایدر رو یه ذره به سمت بالا میبریم، پوینت 2 پیدا میشه. همین رو در واقع فلیپش میکنیم، برمیگردونیم، دوباره شماره 1 رو میذاریم روی 1، شماره 3 رو هم روی پوینت 3 قرار میدیم، شماره 5مون اینجا پیدا میشه. شماره 6 در واقع شماره 1 و 3 رو به هم نزدیکتر میاریم، 1 روی 2 قرار میگیره، 3 روی 3، پوینت 6مون پیدا میشه. الان 5 تا پوینت رو داریم. برای پیدا کردن پوینت 4 که در واقع ضخامت ابرو هستش، به اندازه یک مقدار میایم پایین تر و به اندازه یه نقطه میایم بیرون، این میشه پوینت 4. حالا هر 6 تا پوینت رو داریم، باید به هم دیگه وصل کنیم. نحوه وصل کردن در واقع این پوینت ها خیلی مهمه. از 1 به 2 در واقع همونطور که اینجا میبینین یک حالت انحنا به سمت پایین باید داشته باشه. من از سمت در واقع پوینت 2 به سمت 1 میکشم بعضی وقتا چون راحت تر میتونم تشخیص بدم انحناش رو. از پوینت 2 به 3 دقیقا برعکس هست، انحناش به سمت بیرونه. از پوینت 4 به 5، به خاطر اینکه پوینت 5مون در واقع نسبت به 4 بالاتر هست، به اندازه 2 تا نقطه میتونیم بیاریمش پایین تر. به همون نسبت نقطه 6 رو هم میاریم پایین. حالا میتونیم 4 رو به 5 وصل کنیم. دقیقا پوینت 4 به 5 وقتی وصل میشه انحناش به سمت پایین هست، از 5 به 6 انحنا به سمت بالا هست، 1 به 4 هم یه حالت به سمت بیرون یک مقدار انحنا داره. حالا برای پیدا کردن اون سمت ابرو دیوایدرمون به همون شکل که روی پوینت 1, 3, 4 و 5 بود، به همون فاصله دقیقا برش میگردونیم به این سمت، یعنی تغییر نمیدیم این سایز رو. پوینت 1, پوینت 3 و پوینت 2. برش میگردونیم به همون نسبت، دوباره پوینت 5 رو پیدا میکنیم و پوینت 6. حالا این خطوط رو به هم وصل میکنیم. خب این شد در واقع نحوه قرینه سازی به روش فی و استفاده از دیوایدر فی. امیدوارم که کمک کرده باشه به یادگیریتون. تو مرحله بعد نحوه کشیدن در واقع استروک رو و اسپاین رو بهتون
تو ویدیوهای دیگه توضیح خواهم داد. مرسی.